این روزها متاسفانه شاهد حوادث تلخی هستیم و مردم ایران در واقع شاهد اتفاقاتی است که برای همه جانسوزه. اعتراضاتی که در این چند ماه اتفاق افتاده متاسفانه موجب بروز خشونت در سطح جامعه شده و این خشونت عریانی که در کشور ایجاد شده و توسط نیروهای امنیتی و انتظامی ایجاد میشه، به خصوص در نسل جوان و در کودکان از نظر روحی عوارض جبران ناپذیر رو به جای خواهد گذاشت و شاید بعضی از این عوارضی که ناشی از تحقیر و سرکوب شدید این جوانان هست ممکنه در زندگی اونها تا آخر عمر اثر سو داشته باشه، همینطور در کودکان و همینطور در زنان. نکته بعدی عوارضی که این خشونت ها به جسم انسان ها وارد میکنه، حالا ما به عنوان چشم پزشک شاهد هستیم که تعداد زیادی از جوانان ما، زنان ما به علت تیرهای ساچمه‌ای، سلاح‌های ساچمه‌ای که به چشمشون به صورتشون وارد شده، خیلی از این مردم متاسفانه موجب شده که چشمشون تخلیه بشه. کسی که چشمش تخلیه میشه با کسی که کشته میشه خیلی متفاوته. این جوان تا آخر عمر، یعنی یه جوان 20 ساله 70 سال عمر بکنه، 50 سال به عنوان یک سند در جامعه در حال گشت و گذاره و همه خواهند دید که این جوان چشمش رو، بیناییش رو به خاطر اعتراضاتی که در سال 1401 به وجود آمده چشمش رو از دست داده. و اینو باید تأکید بکنیم، این سلاح ساچمه یا پینت بال فقط مخصوص نیروهای دولتیه و این فقط مخصوص نیروهای دولتیه و این دست عوامل دیگری خارج از اینها نیست. لذا جا داره من به عنوان پزشک از مسئولین امنیتی این تقاضا رو بکنم که جلوی این گونه خشونت ها رو بگیرن. متاسفانه اونهایی که به وسیله همین پینتبال و یا اسلحه ساچمه‌ای مورد حمله قرار میگیرن دیگه مشخص نمیکنه کی معترضه، کی آشوبگره و کی غیر آشوب، اصطلاح معترضه و مردم عادی و دستفروش و گذری در اونجا رد شدن. من این که در فقط از یک مسیری در حال عبور هستم چرا باید مورد تهاجم قرار بگیرم و یا چشمم از دست بدم و یا آرزه جسمی برام ظاهر